بسیار دشمایا و شلوم حضور دوستان عزیز، میدونیم که پاسخهای توراتن و اقدوشا همگی دارای ارزش والایی هستند، بی نظیر و گرانبها. درسای از زندگی رو همراه دارن، سرمشق تمام قوانین ردیف بالای دنیا هم هستن. ولی یک پاسخ ما داریم در توراتن و اقدوشا که ارزش اون از همه بالاتره و همانند الماس بی نظیر و درخشندهی بر تاج تورا می درخشه و اون عبارت شمع اسرائیل ادونای الهین و ادونای خواد است که ما دو مرتبه در صبح، یک مرتبه قبل از بروخ شامر و یک مرتبه در میان شخرید اون رو می خونیم و دو مرتبه هم در شب، یکی انگام عربید هست و یکی هم انگام خوابیدن رفتن به بستر و مثلا این شمعیسه رو دوباره تکرار میکنیم. البته این جمله میدونیم که از دهان موشه ربینو بیرون نیامد، بلکه از دهان یعقوب آوینو زمان فوتش که خواست به بچه هاش برا خواب بده، خواست عاقبت دنیا رو برای اونها روشن کنه، ولی روح قدش از اون سلب شد و همه چیز رو فراموش کرد و نتونست آینده نگری کنه. یعقوب اینو تصور میکرد که شاید یکی از فرزندانش منحرف شدن و یا به دنبال حق و سرخون نیستن و به دنبال عبودازارا هستن. به همین دلیل از فرزندانش پرسید که چه خطایی در دست دارید؟ اونها گفتن شمع اسرائیل، پدر ما گوش بده. میدیم که اسرائیل لقب دیگر یعقوب آوینو هست. اینا میگن که شمع اسرائیل ادونای الهینو ادونای خاد. بشنو ای پدر ما، ای اسرائیل، هشم خداوند خالق ما یکتا و بی همتاست. بدین ترتیب پدر بسیار خوشحال میشه و اونگاه به اونها جواب میده: باروخ شم که بود ملخوت و لولان واحد، متبارک از نام او و عزت و شکوه سلطنتش تا به ابد، سلطنتی ابدی. خزار میفهمه که هر یهودی در هر کجای دنیا باید این پاسخ رو حتما بدونه. این پاسخ هویت و شناسنامه هر یهودیه. حتی بچه کوچه که به زبون میان باید اونها رو اول با این جمله آموزش داد و حتی تمام افرادی که از دین و حق و شروخو دور هستند و مثلا خبری ازش ندارن باید این جمله رو بدونن و به اونها آموزش داد. هراب و دیا یوسف زیخون دیبراخا تعریف میکنن که یک مرتبه در خواب نور جلال و عزت هشم رو دیدن. ماشیخ بن داوید برای ملاقات او در خوابش اومد و هاراب ودیا از او پرسید که چرا در اومدنتون تأخیر دارید. به ماشیخ گفت: همه چشم به راه هستن، بیشتر از 2000 ساله که همه منتظر شما هستن. ماشیخ به او جواب داد: چگونه من میتونم بیام در جایی که هنوز میلیون ها یهودی هنوز حتی جمله شمع اسرائیل رو نیاموختن و نمیدونن؟ در نتیجه این است که به عهده ماست که به هر یهودی و یهودی که به این جمله آشنایی نداره بعد به او بیاموزنیم. حداقل یک پاسخ شمع اسرائیل ادونای الهین و ادونای خواد و این پاسخ تمام تورای قشبخو برمز در اون نهفته است. هدف فقط گفتن و درک این مفهوم نیست که حقش رو خوب مثلا یک تا و بی همتاست و این عد میله بدو، بلکه هر لحظه هر اتفاقی که افتاده و میفته در هر کجای دنیا برای همه از طرف حقش رو خوب، هر موضوعی که از نظر مثلا ما خوب باشه یا خوب نباشه، هر چی که باشه از نظر هشمه. در نتیجه بعضی اوقات مردم فکر میکنن که شاید میتونن پول بیشتری رو بسازن، درآمد بیشتری داشته باشن، جمع آوری کنن و یا مزار خودشون رو تغییر بدن، بلکه
مزال خوب یا بد همون گزرایش که در شما این برای ما تعیین کردن. ولی برای تغییر اعمال و رفتار شخصی میتوان مزال رو هم تغییر داد. روی همین از مشربینو فرمود که ویادت آیوم و هشوتا ال لبایخا لبابخا کیشم هو ها الوکیم به شما ایم این اود میلبدو. این کلمه این اود میلبدو نیز تفسیری بسیار داره که واقعا خیلی عمیقه. ربشیم بریخای رشبی می فهمودن که هبه ظاهیر به قریت شمه اووت فیلا بسیار بد محتاط بود در خوندن قریت شمه و تفیلا. میسوای اصلی از تورا داریم که می فرماد به هایو حده باریم ال لبابه خواه هم که در شمه ایسه هست و به شخوه خواه و غومه خواه و غیره. از تورا ما دستوریم که شمه ایسه رو صبح و شب شب بعد از بسیار بعد از اینکه میخواییم برخت خواب بینیم و بخوابیم و صبح بعد از اینکه از خواب بیدار میشیم. البته صبح تا یک ساعت معینی داره و در شب بعد از خروج ستارگان ستک و خوابیم میشه این قریت شمه رو مطالعه کرد و قرائت کرد. البته خانوم ها مستثنا هستن و تو را اونها رو موظف نفرموده به انجام میسوت اصه، ولی لوت اصه قوانش فرق میکنه، لوت اصه فرق میکنه و باید انجام بدن که این میسوت اصه چون بستگی به زمان به خصوصی داره. این میسوت قریت شمه میسوت هزمن گیراما مصفوم میشه که به مثلا برای خانم ها نیست و به اونها پاتورن، به علت که خانم ها مسئولیت فرزندان و کارهای منزل به عهده اونهاست که وظیفه خطیرتر و بزرگتر و قادوشتره. درجه خانم ها از میسوای سیسی، تفیلین، قریت شمه این نظر اینها از منگیراما پاتور و معاف هستن. حال تفاوت قریت شمه و تفیلای امیدا، این تفیلا این دوتا تفاوتشون چیه؟ توسط قریت شمه یهودی بر خودش اول ملخوت شماییم رو قبول میکنه، یوغ هشم رو قبول میکنه، یعنی بنده خالص یخش برخو و اعتقاد به این که هشم خواهد اوشمای خواهد. ولی در تفیرا بلد که هشمی داره قادر متعال و توانای کل همه درخواستای تمام یهودیان دنیا رو ما اعلام میکنیم و از هشمی داره تقاضای همراهی و کمک داریم. تورا میفهمه که به هفتا ای تشمیلو که خواه به خل لباب خواه و خل نوش خواه و غیره. میدونیم که میفهمه که خدای خالقت رو با تمام قلبت، با تمام جونت و با تمام انبالت باید دوست بداری. در هیچ کجای تورا بجز برای حق و شروخو این چنین دستوری برای هیچ کس وجود نداره بجز برای قادر متعال. هیچی نگفتی که خود اون کس دیگر رو دوست داشته باشه، فقط برای هشم است. یک دوستی بی نظیر و بدون هیچ غیر و شرطی که به خاطر اون باید مسیرت نفش انجام داد و حتی از جون خود اون هم اگه لازم باشه بگذاری. می فهمان پدری یک تنها پسری که داشت محبوبش بود و به هم خیلی علاقه داشتن در خارج از اسرائیل بودن، میاد پسرش رو میفرسته به یروشلایم اسرائیل که بره اونجا آموزش تورا ببینه. بعد از چندی این پسرش نامه‌ای برای پدر میفرسته و شرح حال تمام لحظات و آموزش های توراش رو برای پدرش مینویسه. پدر از این که پسرش بیاد او هست در راه صحیح قدم برمی‌داره، در یروشلایم به تحصیل تورا و قوانین مشغوله، بسیار خوشحال میشه و همطور که پسرش اظهار ارادت و محبت بکنه به پدرش و دلش تنگ شده برای پدرش،
اون پدرم هر از گاهی نامه رو از جیبش بیرون میاره و دوباره و سه باره و چهار باره اون رو میخونه و به فرزندش عشق میبرزه. به همین ترتیب هست ابراز عشق واقعی ما به هشم باعث میشه که هشم برخ هم هر لحظه ما رو یاد کنه، ما رو در ذهن و فکرش نگه داره. شبنگام زمان خوابیدن ما قریت شمه داریم و بدین ترتیب نشمای خود رو به هشم برخ میسپاریم و واضح و آشکاری که شخصی که با قیدوشایی قریت شمه رو میخونه صبح هم با قیدوشایی و طهرا از خواب برمیخیزه و نشاماش رو از پادشاه عالم تعبیر میگیره و برعکس این قضیه هم صادق است که کسی که خاصو شلوم شب با قیدوشایی نمیخوابه و با کار خلاف و توم آ میخوابه، خب معلوم که صبح هم با همون توم آیی که بر نشاماش قرار گرفته همون جور از خواب بیدار میشه. تعداد کلمات شمع اسرائیل 248 کلمه است، 248 کلمه که برابر با تعداد عضوهای بدن. بدین ترتیب هر کلمه در مقابل عضوی از بدنه که باید کلمات شمع اسرائیل رو خانا و واضح و یکی یکی با تلفظ صحیح ادا کرد. بلد که گفتیم که هر کلمه مربوط به یک عضوی از 248 عضو بدنه، اگر یکی از اونها رو مثلا ول کنه، حذف بشه یا خراب تلفظ بشه یا معنیش تغییر کنه، خاص شلوم همون عضوی که مربوط به این کلمه هست اونم آسیب میبینه. جمله شمع اسرائیل، شمع اسرائیل ادونای الوهینو ادونای اخاد، 6 تا کلمه است و ما میدونیم که از و آ هفتا ایتشم کلوخا تا اوخ شخ بخا تا به این تا ویش آرخا به صلاح که ما و آ هفتا میخونیم تا به صلاح اوخ تا و تام الوز به تخا ویش آرخا تا آخرین جمله، کلمات این پاراگراف 42 تاست. 42 چیه؟ میم بت. میم بت چیه؟ اسم اعظم یعقوب برخو که این از اسامی بسیار مقدسه یعقوب خوه، منظور که تو را نام میبره از 6 شهرهای مقلات و 42 شهرهای لوی که ام بودن برای شخصی که بدون منظور قتلی رو انجام داده، یک شخصی رو بدون منظور یه قتلی رو انجام داده. حالا خب اگه هم تو آروم بشینه ممکنه صاحبان اون خون، اون اشخاص اون اطراف اون کسی که کشته شده می اومدن و اون رو آزار اذیت میکردن و میکشتنش. پس تورا میفهمد که این شخص باید بره به مقلات، شهری که در امن و امانه و خانواده اون شخص فوت شده اجازه ورود به این شهر ندارن. در نتیجه با خوندن شمع اسرائیل نشاما میتونه به 6 پناهگاه که خود شمع اسرائیل 6 کلمه هست و این مقلات حساب میشه و همچنین 42 شهرهایی که لویا در اون ساکن بودن اون شفتیم و اون قاضی ها، بدین ترتیب از آزار و اذیت اطرافیان مقتول در امان ببونه و به اصطلاح آزار و اذیت ملخی خبالا نبینه و در امان باشه. منظوری که همینطور که شهرهای مقلات می اومدن انسان رو نجات می دادن که صدمه نبینه، این کلمات شمع اسرائیل هم خوندنشون در هر موقع، چه در شب موقع خوابیدن، چه در عرض روز و تمام هر لحظات روز ما، باعث میشه که این کلمات از ما مراقبت و شمیرایی داشته باشن. به هر حال هر یهودی با قرائت شمع اسرائیل در هنگام بریت میلا وارد مجمع یهودی میشه، وارد قیلای یهودی میشه و با خوندن همون شمع اسرائیل بعد از 120 سال به دیدار شخینای اخوچلخو میشه دابه و
به علماء عبا میره. این که میفهمن که ما میدونیم که اکثریت مردم هم چه در موقع سارا و عذاب و ناراحتی و تنگ دستی ها همیشه با کلمات شمع اسرائیل یاد هشم رو پیش میارن و مسیحیت نفش خودشون رو میسونن و بدونیم که حتی برای مریض و رفاه شده ما و برای هر گونه به اصطلاح یسوریم و درد سر این جمله واقعا معجزه میکنه. بهتره که مرتب ما در از روز چندین مرتبه این جمله شمع اسرائیل ادونای الینو ادونای خالد رو تکرار کنیم. با روزهای خوب و خوش و پر از سلامتی و امنیت، شالوم و برکات.